مراد ویسی همکارم از واشنگتن با ماست. مراد، من امروز که من آمدم در این اتاق خبر ایران اینترنشنال، تمام همکارا در این روزها بالاخره تحت تاثیر شرایط ایران هستن، اما امروز واقعا ندیدم حتی یک نفر لبخند بزنه. به نظر میاد که سخت است یک ایرانی این تصاویر این روزها رو ببینه و متاثر نشه، به خصوص از مرگ این کودکان. من همیشه تحلیل سیاسی میکنم، مسائل کلان میبینم، ولی این روزا اصلا قدرتی که در تصاویر هست، احساساتی که هست، دیگه هیچ تحلیل سیاسی نیاز نداره. شما موقعی که جنازه کیان رو میبینید، سپه رو میبینید، آرتین رو میبینید، پدری رو میبینید در کردستان که بچهش کشته شده، میاد میگه سینه من جلو گلوله، من خودم رو قایم نمیکنم. اون مادر تنهایی رو میبینیم که رو پله ها نیروهای سرکوب هلش میدن، با لگد بهش میزنن. اون زنی رو میبینیم که برای خرید رفته نیروهای امنیتی میکوبنش زمین. اینا دیگه تحلیل سیاسی نیاز نداره، ما عیان همه چیز و حکومت روبروی مردم ایستاده. برای همه گفت میگی عیانه، ولی میخوام بپرسم ازت که واقعا برای خود حکومت هم عیانه، یا همونطوری که در رسانه‌هاشون میگن خودشون هم باور دارن که مثلا این توطئه خارجی است و این تظاهرات کوچک است؟ نه، خودشون میدونن دارن جنایت میکنن، ولی قدرت شیرینه، منافع اقتصادی شیرینه، میخوان نگرش دارن. وضعیتی ما الان با شروع هستیم که یه حکومت، یه سری افراد که بهتر بهشون بگیم شرکت سهامی جنایتکاران، برای اینکه در قدرت بمونن حاضرن مردم رو بکشن، پیر زن رو بکشن، پیر مرد رو بکشن، بچه رو بکشن، زن رو بکشن. همه چیز عیانه. به نظرم اصلا تحلیل سیاسی خیلی خاصی نمیخواد. یه حکومت برای که در قدرت بمونه، یه سری جنایتکار برای اینکه این قدرتشون رو حفظ کنن، قدرت سیاسی، منافع اقتصادی، دارن مردم رو میکشن و اسمهای روش میذارن که همه مردم میدونن اون اسمها دروغه. بیگانه در کار نیست. این ماموران جنایتکار جمهوری اسلامی هستند که دارن مردم رو میکشن. رسانه ها فقط دارن بازتاب میدن اونچه که در کشور میگذره. دنیا ولی ساکت ننشسته. دنیا داره میاد میگه این انقلابه. در قبل خیلی ها مردد بودن این انقلابه. حالا خیلی ها با استحکام میگن بله یک انقلابه. انقلاب مردمیه که هیچ نام و نشانی در خیابان ندارن، کسی اسم و رسمشون رو خیلی نمیشناسه تا موقعی که کشته میشن و بعد یه دفعه اسم مهسا جهانی میشه، اسم کیان جهانی میشه. فکر میکنی چقدر به اون شکست داخل حکومت نزدیک شدیم که یه تعدادی از اون بالاترهای حکومت بگن که دیگه کافیه، یعنی باید اعلام بکنیم که بکنم ریزش از پایین خواهد بود، از بالا نخواهد بود، در حاکمیت نخواهد بود، ولی در نیروهای سرکوب ریزش شروع خواهد شد، چون ما سرعت کیفیت تحولات رو میبینیم. در انقلاب 57 13 ماه طول کشید، ولی ظرف 2 ماه از تجمعات اعتراضی محتاطانه تبدیل شد به تجمعات اعتراضی پراکنده و حالا داره میشه به اعتراضات خیابانی و شما در بعضی از شهرها تسخیر خیابانها رو از طرف معترضین داریم میبینید. به نظرم در نهایت نیروی سرکوب فرو خواهد ریخت و حکومت از اونجا فرو میریزه. از درون خود بالای حاکمیت من هیچ صدایی ندیدم جز سرکوب. ممنونم از تو مراد ویسی همکارم از واشنگتن.